یه چیزی شده، حتما یه مشکلی هست. رنگ و روی آقا سیف‌الدین پریده بود، از اتاق نمیان بیرون. 2 ساعت دختر و پسر رو منتظر نگه داشته. نه خانومم، نه، چی میخواد بشه؟ انقدر هول نکن، نفوذ بدم نزن. آره خب شاید با هم دوستن دارن صحبت میکنه. خب بذارن بعد از عقد، الان وقت صحبت و گپ زدنه. ایوا حتما یه مشکلی هست. بسیمه خانوم حاضر شین، عقد داره شروع میشه. خدا رو شکر. حالا داریم کجا میری؟ خونمون؟ اونجا خونه من نیست کامران. فریده خواهش میکنم این کدورتا رو بذاریم کنار. کامران من از اون خونه بیرون کردم، من نمیخوام جایی برم که بیرون شده باشم. فریده اون یه سوء تفاهم بود، باور کن. ببین مامانم خیلی ناراحته، منم همینطور. تا عمر دارم اون حرف خاله رو فراموش نمی کنم. تازه دوباره ایشونو مجبورشون نکنیم بچه یتیم نگه دارن، مگه نه؟ معلومه من بد جوری تو چشمشونم. خیلی خوب، حالا بریم برسیم به شهرمون، بعدش هر جا که تو بخوای میریم اونجا. اگه بخوای میریم کلبه باشه؟ میشه؟ البته که میشه. عشقم یعنی چی عشقم؟ عشقمی دیگه. کامران این چه کاریه میکنی؟ من میگم یه مدت هم دیگه رو نبینیم لطفا. قرمز شدی؟ خب خجالت هم نده. کامران میشه اینقدر نزدیک نشی لطفا؟ لب عسلی. اینا خونه ای منو غصب کردن. بچه ای که بسیمه تربیت کنه چی میخواد بشه؟ ای وای، معلومه اینا دارن چی کار میکنن. حالا هم در رو 4 تاق باز گذاشتن، رسمن دارن به دوستا میگن بفرمایین داخل. ماما نکنه چیزی شده؟ فریده، کامران بیا. فریده، فریده، کامران انگار اینجا رفتن. نیستن. بذار ببینم اون چیه. نامه نوشتن. ما برمیگردیم استانبول، برای اینکه به کشتی برسیم عجله داشتیم، نتونستیم خدافظی کنیم. معذرت میخوایم، بابت همه چیز ازتون ممنونیم. فریده، کامران. خیلی کارشون زشته، خیلی. دوتایشون اسمشون رو نوشتن، یعنی آشتی کردن. مگه قهر بودن؟ چرا؟ نمیتونی از من حرف بکشی ماما. از دست اینا
اگه جای تو بودم زیاد به این وضع عادت نمی کردم. هرچی بشه جایی که برمیگرده و میاد آغوش منه. از اولش هم برای من یه مرده بودی، با این کارات داری خودتو دفن میکنی. ادامه بده، منو به زحمت ننداز. میخوری؟ سیمیت دارم، سیمیت بخرم؟ 10 تا، 15 تا، 20 تا بخرم؟ نمیخوام. که نمیخوای؟ خوبی آقا؟ خوبم. زود باش جمالی، بریم. میشه طوری رفتار کنیم که انگار تو این دنیا فقط ما دوتا هستیم؟ نمیتونیم کامران. وقتی یه جفت چشم دارن با نفرت به ما نگاه میکنن، ما که نمیتونیم یه جوری نشون بدیم که خیلی خوشبختیم. فریده، به اون اهمیت نده. تازه بعد از ازدواجمون اون خودش ازمون ناامید میشه. چه ازدواجی؟ ازدواج شاعرانه. من مدرسه دارم. میدونم، منم منظورم بعد از تموم شدن مدرسته. با بابام حرف میزنیم، یه نامزدی خوشگل میگیریم. کامران نمیشه. یعنی من هیچی از ازدواج نمیدونم. از خونه داری؟ مثلا تو آشپزخونه دقیقا مثل آقا هستم. مهم نیست، خدمتکارا هستم. فکرشو بکن، خدمتکارا چقدر خوشحال میشن. مامانم از خوشحالی دیوونه میشه. کامران، میشه یکم دیگه صبر کنی تا یه مدت بین خودمون بمونه؟ باشه. چرا؟ چون خجالت میکشم، همش به هم گیر میخوان بدن، هر کس میخواد یه چیزی بگه. آخه چی میشه نگیم ها؟ خواهش میکنم فریده، کارش نمیشه کرد.
نمیشه ازش فرار کرد. آره نمیشه، اما الان نگی، من خیلی خجالت میکشم. خیلی خوب باش، این کارو میکنی. چی شده فریده؟ چیزی دیدی؟ نه همینطوری نگاه کردم. این انگشتر از کجا آوردی؟ یه خانم جوون داره. چرا؟ کجا رفت؟ به تو چه داداش؟ اومدی بلیت بخری یا اومدی بازجویی کنی؟ هر دوتاش. وایسا باشه، بلیت تکیرداغ خرید. تکیرداغ یه بلیت برای تکیرداغ بده. بگیر، اینم بگیر، این امانتم بده. اینو سوارشیم. امارت سعادت الدین. نه خیر کامران، من که بهت گفتم امارت نمیام. فریده میشه سوارشی؟ فریده از خونوادت قطع امید نکن، به من و مامانم فرصت بده تا اشتباهامونو جبران کنیم، میشه؟ نریمان، لباس بیرونم و بیار. نریمان، لباس بیرونم و بیار. کامران، عشق کوچولو، مرد من، خیلی دلم مرا تنگه. کامران مرد من، دلتنگ تو. خانمم چقدر زود برگشتی. اینو از دستم بگیر. لباسم هم در بیار بنداز تو اجاق منفر. لباس عزیزم رو نجس کردی، باز اگه بهت میومد یه چیزی. اون دوست داشتنی ترین لباسم بود. به پارگی داشت میخواستم بدوزم. صدا تو ببر منفر، همومم زود آماده کن. کامران من نمیتونم. یعنی اینقدر برات سخته؟ سخته، نمیتونم هضمش کنم، پاهم حرکت نمی کنن. خیلی خوب، من مجبورت کردم این کارو بکنی.
تا کالسکه دور نشده برگردیم. باشه. آقا کامران، فریده، آقا خوش اومدی، خوش اومدی آقا. آقا جمالی. فریده، فریده خوش اومدی. وای اونجا رو فریده اومده دیگه. وای جان مادر، دختره اومده، کامران اومدش. آقا آره خودش چه خبره؟ جناب اومده، بوده چشام اومده. ممنونم. آه، بوده فریده خانم. دختر عزیزم، خوش اومدی دخترم، خوش اومدی چشمام. فریده خانم اومده، فریده اومده. فریده من خوش اومدی دخترم، عزیز من، مرسی. خدا ازت راضی باشه. شادی خونمون اومد دختر. خوش اومدی، خدا ازت راضی باشه. خوش اومدی دخترم. ممنونم شوهر خاله. حالتون چطوره؟ فعلا نفس میکشیم، خدا رو شکر. خدا عمر طولانی بهتون بده. بابا جون، جون خاله، عزیز دلم، آخ عزیزم، صفا آوردی خونم، به خونت خوش اومدی دخترم، خوش اومدی، قربونت برم الهی. مادر شوهرشم دوستش داره، دقیقا سر سفره اومدی. از اون بابت که شکی نیست مامان جان. بفرمایین، بفرمایین. بشینید ببینیم، بشینید. اگه اجازه بدین من میرم یکم استراحت کنم، اصلا گرسنم نیست. فعلا بشین دخترم، بعدا استراحت میکنی. شوهر خاله خواهش میکنم. حرف دارم، باید حرف بزنیم. تو هم بشین کامران. کامران تو میدونستی که فریده زن عقدی سلیم بوده. چی؟ تهمته؟ سند عقدت هست دخترم. شوهر خاله به خدا دروغه، قسم میخورم که دروغه، باور کنید دروغه. کامران تو یه چیزی بگو. یه ثانیه بابا، یه کلکی تو این کاره. مگه نمیبینی فریده از هیچی خبر نداره؟ تو نپرسیدی؟ با اون مردی که حرف نزدی؟ شروع کنیم؟ شروع میکنیم، شروع میکنیم، شروع میکنیم به گرفتن جون اون پس فطرتی که اون بیرون نشسته. ببین آقا حافظ، یک کاسه زیر نیم کاسه است. منم به کمک تو نیاز دارم، وگرنه قاتل میشم. میرم خرخره اون مرتی که بی پدر مادر رو میگیرم. توبه استغفر الله. ببین حافظ، فریده دختر خودم به حساب میاد، اصلا همچین کاری نمیکنه.
تازه اون تاریخی که گفتین، این مرتی که داشت تو این خونه انگشتر نامزدی دست دخترم میکرد، فریدم کل روز با پسرم بود. این مرتی که با ما بازی کرده، چطوریشو نمیدونم اما بازی کرده. امکانش هست این دختر به کس دیگه ای وکالت داده باشه. استاد من مدارک اونا رو گرفتم، الان یادم اومد عقدشون آقا نصرت جاری کرده بود، فقط وکیلای عروس داماد اونجا بودن. اینه که هر دوتاشون وکیلاشون رو فرستاده بودن واسه منم عجیب بود. حتی یکی به نام آقا لوانت اومد وقت گرفت. لوانت ناپدری داماد بوده. الان فهمیدم آقا حافظ، اون مردی که بیناموس مثل آدم با زبون خودش اصل قضیه رو نمیگه، منم کار دست خودم میدم. یه درخواستی ازت دارم، تا جایی که میتونی طولش بده، من کاراسکر میفرستم به امنیت عمومی خبر بدم. تا وقتی اونا برسن، تا میتونی این عقد رو طولش بده، دیگه چیزی ازت نمیخوام. تو هم باید شهادت بدی. خیلی خوب، پس پاش این کم کم جمع بشه. خدا ازتون راضی باشه. ممنونم. زنده باشین. وسیمه خانم حاضر. خدا رو شکر. سلیم ستارزاده با نجمیه دختر سیف الدین ازدواج میکنی؟ بله. ازدواج میکنی؟ بله. ازدواج میکنی؟ بله. من شما رو عقد نمی کنم. یعنی چی؟ چون این عقد نمیتونه جاری بشه. ولم کنین، ولم کنین، شما دارین اشتباه میکنین، ولم کنین. اینا رو واسه یه قاضی تر میگم. ولم کنین، از هیچی خبر ندارم. ولم کنین، وایسین، دارین اشتباه میکنین. نجمیه، نجمیه باور کن، نجمیه باور کن، من نکردم، از هیچی خبر ندارم. بابا سیف الدین، پالتو ما بیارین. خوبی آقا؟ خوبم. بریم جمالی، پشت سرش رو میریم. باورم نمیشه اینا دیگه چجور آدم هایین. این چجور نامردیه. وقتی حرف لوانت میاد وسط اصلا خوب نیست از بشر بودن و انسانیت حرف زد نور چشمم. خب دخترم، تو چطور تو این دام افتادی؟ چطوری؟ برای چی به اون آدم امضا دادی؟ حکم اعدام کامران صادر شده بود. وقتی داشتم روزنامه پخش میکردم جلوم سبز شد. چی گفت؟ تهدیدت کرد؟ پس چطور گرفت؟ گفت میتونه تو رو نجاتت بده. چاره دیگه ای جز باور کردنش نداشتم کامران. کشتی که قرار بود باهاش فرار کنی و اونجور کرد. در ازاشم از من امضا گرفت. آه دخترم، تو که جاهل نیستی. اون لحظه هیچی برام مهمتر از فرار کردن و نجات کامران نبود. شرخالی میدونم، شاید من برای این کار تشویقت میکردم. بگذاریم، فردا همه این چیزایی که گفتی و تو حوزه هم تعریف کن، باشه؟ فردا قاضی منتظر ماست. آره فریده،
هرچی میدونی و تک تک تعریف میکنی. منم از اون مردی که شکایت میکنم، باید تاوان کاراشو پس بده. آره به همین خیال باش، فعلا که تو این دنیا کار همه بی جواب مونده. یعنی چی؟ نگین که فرار کرد بابا. در حضور قاضی خودشو کوبید به این ورون ور، از دهنش کف اومد، این استگ خودشو زد به هاری. رئیس بیمارستان تو هم زود ترخیصش کرد. وقتی مجرم یه جو عقل و شعور نداره، اون وقت قاضی چی کار میتونه بکنه پسرم؟ مگه میشه یه آدم دیوونه رو مجازاتش کرد؟ نمیشه. واقعا دیوونه بوده؟ سلیم، منم پسرم، رئیس بیمارستان فاضلم، اومدم معاینت کنم. رخساره داروهاشو بهش بده. حاضرم قسم بخورم که برای فرار از مجازاتش اینطوری فیلم بازی کرده. منم، اما من میدونم چی کارش کنم. همین که ثابت کنی دیوونه نیست کافیه نور چشمم. خود قاضی تا میتونه مجازاتش میکنه. بذاریم خود خودش جوابشو بده. مگه برای ما فقط حقیقت مهم نبود؟ کافی نیست فریده، نمیتونیم با حقیقت آروم شیم. اون مردی که باید دونه به دونه جواب همه یه کاراشو پس بده. پسرم از این که همه چیو بهت گفتیم پشیمونمون نکن. بعدشم چی مامان؟ چرا همش وضع دخترتو به من یادآوری میکنی؟ انگار دخترت برای مهمه، اونم شریک جرمه. مگه به فریده تهمت نزدن؟ مگه پشت سرمون نقشه نریخته بودن؟ مگه ساکت نموند؟ داداش قسم میخورم منم اینا رو نمیدونم. ببر صدا تو. داداش ساکت شو، گم شو، گم شو، جلوی چشمام نباش. تو چرا نرفته برگشتی؟ چکاوکم اونجا بود. نگو. عاشق شده بودن. خب تو چی کار کردی؟ اجازه دادم که حسابی خوش باشن. میخوام کامران خیلی خوشحال باشه. ای کاش چکاوک کامرانو ببره تو آسمونا، خودشو رو ابرا احساس کنه. جدی داری میگی؟ اصلا حسودیت نمیشه؟ نراحت نشدی؟ معلومه که تحملش برام سخته منور، اما کامران هر چقدرم با اون دختر شاد باشه بعدن به همون اندازه ضربه میخوره. میخوام به اندازه ای که اصلا نتونه فریده رو ببخشه بهش اعتماد کنه، فکر کنه دوستش داره. همین باعث میشه دوباره بیاد پیش منو تسلی بگیره. پس یه نقشه ای داری؟ چه نقشه ای؟ نکنه فکر کردی من جلوی یه بچه مدرسه ای کمر خم میکنم؟ بیداری عزیزم، برات شیر آوردم.
جونم، خیلی دوست دارم. نمیدونم لایق اون دل خوشگلت هستم یا نه. میتونی منو ببخشی فریده؟ حلالم کن دخترم. اینطوری نگین خاله جون، من نمیخوام جلوی چشماتون مثل یه عذاب وجدان باشم. تازه من که فراموش کردم، وقتی که بغلتون کردم، وقتی که بوتون کردم فراموش کردم. دختر عزیزم، پسرم، هر نقشه که برای اون مرتی که سلیم میکشی نباید بی خبر از من انجامش بدی. بابا نگران نباش، من میتونم از خودم دفاع کنم. مگه من از اون نظر گفتم مسلمون؟ اگه بی من کاری کنی ناراحت میشم، چون نتونستم فک اون عوضی رو داغون کنم، عقده مونده رو دلم. خب تو چطور این بچه مدرسه یه راضی کردی؟ چطور آوردیش امارت؟ زیاد نمیشه گفت که راضیش کردم. یه جورایی تو عمله انجام شده قرار گرفت. آها. خب این موفقیت بزرگیه، تونستی به یه بز لجباز حرف بفهمونی. نکنه آخر زمان شده. ای خدا، خوبه، من که خیلی خوشحالم. بابا میخوام یه چیزی بهت بگم، اما باید قسم بخوری به کسی نگی. بستگی داره که چی باشه. پس نمیگم، بیخیالش. نه بگو بگو. قسم بخور. حالا که قسم نمیخورم. بالاخره که میگی، ببینه تایی جان نمیتونی سر جا تارون بشینی. منو فریده با هم حرف میزنیم. چطور با هم حرف میزنی نور چشمم؟ یه زبونه تازه کشف کردی؟ بابا میدونی که منظورم اون نیست. پس منظور چیه پسر گلم؟ دل شما دوتا که از قبل به یه زبون حرف میزد، اما شما ساکتش میکردی. طوری رفتار نکن که انگار یه چیز تازه کشف کردی. چون هر دوتاتون پوست کلوف بودین، تازه احساسات همو فهمیدی. بازم خدا رو شکر که بالاخره فهمیدی. خوبه، مادرت خیلی خوشحال میشه. بابا مامانم نفهمه، یعنی فعلا بین خودمون بمونه. اگه بخوای دهنمو ببندی باید بهم باج بدی. به یه میخونه مهمونم کنی نمیگم. هر چور تو بخوای. هی والا. خیر باشه آقا سیف‌الدین، ماشاءالله خیلی خوشحالی. نباشم وسیم خانوم. باش عزیزم، همیشه شاد باش. قسم میخورم اگه علتشو بفهمی تا صبح تبل و دهل راه میندازم. زود باش آقا سیف‌الدین، بگو دیگه. یکم تو خماری بمون. وای بگو دیگه، اذیتم نکن. چی شده؟ چی میشه بگی؟ بگو تو رو خدا. اگه نون روغنی درست کنی میگم، اما خودت باید درست کنی، خدمتکارا نمیگن. نون روغنی که کاری نداره عزیزم، اگه فقط نون روغنی میخوای خوب برات درست میکنم. اگه الان یه جمله کوچولو بگی خمیرشو آماده میکنم، یکم دیگه بیشتر بگی خمیرشو باز میکنم. از دست تو. وقتی هم که پختم همشو باید بهم بگی. والا بسیم خانم تو بده بستون از من بهتری. برو جای من تو مغازه بگیر بشین. اما اوه 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 ای خدا، درد میکنه؟ نه نه، یکم خواب رفته. وایسا الان خوب میشه، میگذره. بذار بازش کنم آقا سیف‌الدین.
الان تکلیف نجمیه چی میشه؟ بذار ببینیم بسیمه خانم، خدا بزرگه صبح شه ببینیم چی میشه. آخ آخ، فریده فریده چه زود خوابیدی؟ تو چشم من هنوز همون دختر بچه‌ای، کسی که همیشه دوستش داشتم. از ته دلم دختر بچه‌ای که توی بچگیم عاشقش شدم. تو کی بزرگ شدی فریده؟ کی؟ از کی برگ نجات من قدم های بزرگ بر میداری؟ هرچقدرم که دوستت داشته باشم عشقم، حس میکنم بازم کافی نیست. قسم میخورم از این به بعد قلبی که تو وجودمه فقط و فقط برای تو میتپه. فقط این یه قلب خواهد بود، فقط دوست داشتن تو خواهد بود. تو بهار رو آوردی به زندگیم، شادی زندگیم.